این نقاط نقاطیه که ازشون فیلم اعتراضاتی که بعدن هم خیلی به خشونت کشیده شد روز بعد از افزایش قیمت بنزین. تنها جایی که هیچ اتفاقی توش نیفتاده همین بخش مرکزیه. تأثیر افزایش بنزین رو سبد خانواره افراد مختلف توی جاهای مختلفی که دارن زندگی میکنن. افرادی که توی این محدوده مرکزی دارن زندگی میکنن که اتفاقا میبینیم کمتر از همه این جنبش ها رو داریم توش میبینیم، حدود افزایش بنزین تو سبدشون سبد خانوارشون تأثیری نداشته و همینطور که دور میشیم این افزایش بیشتر میشه تا به این نقاط قرمز رنگ میشه. اگه این نقاط نارنجی رو نگاه کنیم که بیشتر سکونتگاه‌های بومی تهران توش قرار گرفته و بیشتر اعتراض ها هم تو این بود، چند دفعه بکنید حتی این هایی هم که اعتراضاتی هم که تو خود تهران هم هست تو مبادی ورودی تهرانه، یعنی چون ما حالت سکونت و اشتغالی که توی محدوده تهران داریم اینه که سکونتگاه‌ها توی بومهان، اشتغال توی مرکز دیگه، و حالا یا توی این اعتراضات تو محل سکونت اتفاق افتاده یا توی همون مبادی ورودی شهر تهران اتفاق افتاده. اگر توی این محدوده نارنجی رنگ نگاه بکنیم توی ثروت خانواده این افرادی که توی این محدوده نارنجی رنگ قرار دارن بیش از 500,000 تومان افزایش پیدا کرده هزینه هاشون و تو قرمز رنگ 1,000,000 تومان. و حالا این بحثیه که خب تو طبقه ای هم که حقوقشون مثلا توی سال 98 2,000,000 بوده حقوق طبقه کارگری که توی بخش مرکزی شهر تهران بدن خدماتی دستگاه‌های مختلف رو داره تأمین میکنه. اما اگه نگاه کنیم که چرا همچین اتفاقی افتاده، ببینید توی یه نقشه دیگه من درست کرده بودم بحث توان اجاره نشینی بود. خیلی فرضیه نقشه خیلی فرضیه ساده ایه. فرضیه اینه که ببینیم ما با 50% حقوقمون یک آپارتمان 60 متری تو کدوم مناطق تهران میتونیم اجاره کنیم. حالا اگه توان اجاره نشینی این طبقاتی که از بیشتر از همه توی این تأثیر گرفتن، اگه بخوایم بهشون نگاه بکنیم چه اتفاقی براشون افتاده بود، این طبقه که حالا گفتیم حقوقشون بودن 2,000,000 تومان بوده تو سال 98 با معادل حقوقشون تو سال 94 توی این 5 منطقه تهران میتونستن آپارتمان 60 متری کرایه بکنن. تو سال 97 این 5 منطقه شد 4 منطقه و تو سال 98 شد 0 منطقه. یعنی دیگه این طبقه توی تهران نمیتونستن زندگی کنن. خب مسئله بنزین مسئله این هاست. برای همینه که توی سال 98 فقط ما توی حومه ها میبینیم که شما اگه توی مرکز شهر تهران زندگی میکردید یا دانشگاه میرفتید و این محل رفت آمدید تو مرکز شهر بود اصلا متوجه نمیشید. ولی اگه ما بیایم حالا طبقه ای که فرض کنیم که حالا این بخش تحصیل کرده یا از این طبقه است یا افقش اینه که به این طبقه بهش برسه، طبقه متوسطی که وجود داره با حالا حدود حقوق 5-6 میلیون تو سال 98، حالا با همون فرض 50% حقوق آپارتمان 60 متری نگاه بکنی، این تو سال 94 فقط توی 2 مناطق تهران نمیتونست آپارتمان تهیه بکنه. تو سال 97 کماکان به جز 3 مناطق تهران تو بقیه مناطق میتونست آپارتمان 60 متری پیدا بکنه، نه که هر آپارتمان 60 متری رو بتونه اجاره بکنه، میتونست یه آپارتمان 60 متری توی 19 منطقه تهران پیدا بکنه برای اجاره کردن. ولی تو سال 98 تمام مناطق بالای خیابان انقلاب از گزینه‌هاش حذف میشه. ببینید با اون تقسیم اولیه فقط اگه ما با موضوع نگاه کنیم میگیم خب ما یه حومه داریم یه شهر، افرادی که خب توی شهرند از بنزین خیلی تأثیر نگرفتن، بنابراین خب هیچ منافعی هم ندارن برای اینکه مثلا اعتراض بکنن به افزایش بنزینی که به وجود اومده. ولی اگر با یک خود تصویر بزرگتری رو ببینیم، اینو که همه ما داریم در نهایت به یک جا ختم میشیم و اون هم دور شدن از اون فضایی که ما حق زندگی توش داشتیم و داره فضای شهری بیش از همه تبدیل میشه به یک کالا و اون تو ادبیات حق بشر کالایی که ارزش مبادلاتیش مهمتر از ارزش مصرفیشه.